خب در قسمت های قبلی از این درس که فصل یک رو درش هستیم، در یه سری کلیات و مفاهیم مهم، مراجع، پیش نیاز ها، اینها رو اشاره کردم به شما، سعی کردم شما رو با طبیعت درس آشنا کنم. در سکشن یک که الان 1-3 رو میبینید شما، مفهوم آسایش حرارتی رو به شکل خیلی کلی اشاره کردم. در قسمت 1-2 به ترمودینامیک پرداختیم و منحنی سایکرومتریک، رطوبت نسبی، دمای شبنم و سه نقطه، اونجا کامل بهش پرداخته شد. در دو قسمت باقی مانده که در پیش رو داریم، در یک سکشن 1-3 در مورد بار حرارتی صحبت خواهیم کرد و طبیعتاً در قسمت 1-4 بار برودتی یا بار سرمایشی خواهد بود. علت این که بار حرارتی رو من در اینجا آوردم ابتدا به خاطر اینه که آسون تره، یعنی اینکه شما بخواید بار سرمایشی رو حساب کنید در قسمت بعد نکات و ریزکاری های بیشتری داره، ولی بار حرارتی ساده تره و قابل محاسبه تره. فقط به لغت دقت کنیم، وقتی میگم بار حرارتی یعنی دمای، میخوام چه مقدار من باید هزینه کنم که گرم کنم. و شما میگید من چقدر باید حرارت کی باید انجام بدم، تو چه فصلی از سال من باید خونه رو گرم کنم، شما میگید در زمستون دیگه. زمانی که دمای داخل TI از دمای بیرون TOUT بیشتر باشه، بیرون سردتر باشه. این لغت اول پس یاد میگیریم. وقتی که من خونه رو گرم میکنم باید یه حرارتی به خونه بدم تا در یه دمایی که آسایش حرارتی ساکنین رو تأمین میکنه باقی بمونه. این رو در زمستان بار حرارتی حساب میکنیم، عکس همه دیگه، زمستان سرده، بار حرارتی حساب میکنیم. در قسمت بعد در تابستان بار سرمایشی، یعنی باید چقدر این دفعه من خونه رو سردش بکنم. یکی از نکات وقت کوچولو داخل پرانتز بگم چرا بار حرارتی ساده تره. یعنی شما وقتی میخواین ببینید چقدر خونه رو گرم کنین، تو بدترین حالت باید این کار رو بکنین. نمیاین وسط ظهر حساب کنی که اون وقت شب یخبندان میشه تو خونه. به لحاظ بار حرارتی در زمستان سردترین وقت کیه که من برای اون طراحی کنم، که سایر مواقع خب بالاخره آدم کنترل میکنه، ولی بدترین حالت که برای خب شب دیگه، هولوش 4 الی 5 صبح گفته میشه، قبل از اینکه آفتاب طلوع بکنه، اون شرایطی است که بدترین حالت به لحاظ بار حرارتی دستش در زمستان و خورشید اصلا وجود نداره، شبه، قبل از طول آفتاب است. پس یکی از مزایای بار حرارتی در قیاس بار سرمایشی اینه که من خورشید رو در اینجا نیازی نیست وارد کنم. خب خورشید وقتی وارد میشه، تابش خورشید وارد میشه، خب اولا جهت تابش خورشید مهم میشه، مثلا کجای کره زمین هستیم و اینکه آیا سایه میفته ساختمون بغلی، چه مقدار سایه میندازه، یه مقدار پیچیده میشه قضیه. تازه در بحث بار سرمایشی یه مقدار تولید حرارت بدن انسان هم هست. توی اون محلی که زندگی میکنیم وقتی تابستونه، شما باید اون مقدار حرارتی که توسط بدن انسان به واسطه اون متابولیسم ایجاد میشه اونم لحاظ کنید دیگه، بالاخره اونم باعث میشه مقدار خونه گرم بشه، همونجوری که خورشید باعث میشه گرم شه. ولی اینجا اتفاقا اون گرمای تولیدی توسط بدن مفیده، یعنی ما زمستونه دیگه، مثلا میگن اون لامپی که بالا روشنه یه مقدار حرارت تولید میکنه، میده برای ما مطلوبه. به خاطر همین حالا بحث انرژی بمونه، من در مورد انرژی بحث نمیکنم، ولی همون لامپ تو تابستون به عنوان یک نیروی مخالف عمل میکنه. به خاطر همین از دیدگاه اون عواملی که در زمستان باعث میشه که خونه سرد بشه خیلی کمتر از اون عواملی هم که تو تابستون باعث میشه خونه گرم بشه، در نتیجه نحوه محاسبه ما ساده تر خواهد بود. پس مقدار محاسبات خودمون هم برای حالت 4 الی 5 صبح تقریبا بدون تشعشع خورشید انجام خواهیم داد و در ادامه طراحی سیستم حرارت مرکزی و بحث بهینه‌سازی انرژی هم میشه تو همینجا مطرح بشه. بعضی از کتابا مثل کتاب طباطبایی عزیز، ایشون اینو بحث بار حرارتی و برودتی رو جدا کردن، یکی رو تو فصل مثلا 2 گذاشتن، یکی تو فصل 4 گذاشتن و این باعث شده که یک گسست ایجاد بشه. من ترجیح دادم هر جفت اینها رو در فصل 1 بیارم، اول حرارتی بعد سرمایشی، که پیوستگی تو مطلب باشه، یک انسجامی باشه، شبیه هم به هم دیگه، حالا درست فرق میکنن، ولی همین وقتی که پشت سر هم آورده میشه باعث میشه که انتقال مطلب انجام، حالا تو همینا رو تو بحث بهینه سازی انرژی میشه مطرح کرد. من میخوام ساختمان رو به لحاظ مصرف انرژی بهینه‌اش کنم، میشه به لحاظ سیستم حرارت مرکزی بهش پرداخت. این دفعه حالا این گرمایی که قرار هست به بیرون تلف بشه به واسطه، حالا فرض کنید زمستونی است، هوای داخل گرمه به بیرون، این چجوری باید جبران بشه؟ به واسطه همون سیستم حرارت مرکزی، پکیج، موتورخونه، که اون یک فصل دیگری است. پس از اینکه اینو حساب کردیم، البته اون حرارت مرکزی فقط گرمای
مربوط به هوای داخل خونه رو تامین نمی‌کنه، بلکه گرمای آب گرم مصرفی رو هم تامین می‌کنه. به خاطر هم تو فصل بعدی علاوه بر این چیزی که اینجا داریم، مقدار اون بار حرارتی به خاطر آب گرم مصرفی، مثلا دوش وقتی وا می‌کنی یه آب گرمی خارج می‌شه، اونم یه بار حرارتی داره که اونم اضافه می‌کنیم به این، و با هم با این دوتا رو با هم یه دونه سیستم حرارت مرکزی براش طراحی خواهیم کرد. فعلا از محاسبه بار حرارتی آغاز میکنیم چون ساده‌تره. حالا خیلی مقدمی عرض بکنم، کار ما کلا این خواهد بود که منشأ اتلاف حرارت به زمستان سردی که در بیرون هست رو ببینیم چیه، و بعد تک تک جدا جدا اینا رو حساب کنیم، یک فرمولی هم سعی میکنیم براش ارائه بدیم که به صورت کمی سازی بشه. ولی جدای از همه اینها، اولا سوال اینه که با چه مکانیزمی حرارت انتقال پیدا میکنه. خب اینو در درس انتقال حرارت به شما گفتن که هدایت داریم، جابجایی آزاد داریم، جابجایی اجباری داریم، جابجایی با تغییر فاز داریم و تشعشع داریم. خب اینا هر کدوم چه خصوصیاتی داره اینا رو من اونجا کاملا تو فصلهای اولیه درس انتقال حرارت بهش پرداختم، دیگه اجازه بدید رد بشیم. ولی خب آن چیزی که داریم، ما هدایت که داریم، از در و دیوار هدایت انجام میشه دیگه. حالا اینی که دارم میگم لزوما به این داستان مربوط به بار گرمایش و اینا نیستا، بار حرارت بار سرمایش هم اینو داریم، فرق نمیکنه، اونجا هم بالاخره هدایت مهمه. تو مثلا جابجایی آزاد یه رادیاتوری داشته باشین، هوایی که بغلش هست گرم میشه، سبک میشه، میره بالا، یک جریان جابجایی آزاد ایجاد میکنه. یا بحث تغییر فازی که انتقال جرمی که ما داریم موقعی که تعریق انجام میشه، تشعشع و تابش نور خورشید، اینا همه یه مروری بکنید دیگه، فصلهای اولی ویدیوهاش هست کاملا، به اونجا مراجعه کنید. ولی روشهای اتلاف حرارت رو الان ما داریم بحث میکنیم که وقتی که داره به زمستون حرارت داره به بیرون دفع میشه. حالا یه تلفات حرارت منفی هم داریم دیگه، این عکسش، یعنی کسب حرارت. تلف یعنی از خارج شدن، از دست رفتن. تلفات حرارتی منفی یعنی کسب حرارت، مثل همون متابولیسم بدنی که گفتم، یا یک لوازم برقی در داخل خونه داره کار میکنه و یه گرمایی داره، مثلا پرینتر وقتی کار میکنه اون فنش رو اگه نگاه کنیم گرما داره میزنه ازش بیرون، این به این میگم منفی. حالا یه جایی لغت گفتم، اگه جایی دیدید فکر نکنید چیز خاصی، ولی کلا اون چیزی که ما برای اتلاف حرارت داریم در حالت کلی، یه بخشی از طریق پوسته ساختمان به بیرون تلف میشه. سقف داریم، در اون چیزی که پوستشه دیگه، بیرونشه، اطراف یک ساختمان رو، اون ساختمان رو در بر گرفته اصطلاحا، سقف، در، پنجره، دیوارها و کف، اینا هر کدوم جداگانه باید بهش بپردازیم دیگه. این تقریبا ولی عدد کلی اگه بخوام یک حس مهندسی داشته باشین، 60 الی 70 درصد مقدار حرارت اتلافی از طریق جدارها و پوسته های ساختمان به بیرون انجام میشه، و یک بخش دیگری تهویه. به نظرم میتونین اصلا ویدیو رو پوز کنین، خودتون فکر کنین یه ساختمون رو در نظر بگیریم، به فکر کنین که از چند حالت، بیرونم سرده، زمستون فعلا داریم در مورد زمستون صحبت میکنم، به چند شکل ممکنه حرارت به بیرون منتقل بشه. یکیش که به نظر بدیهی ترینش همین در و پنجره و دیوار و کف، زمین هم سرده دیگه، کف زمین زمستونه دیگه، و کف هم ممکنه باشه، حالا ممکنه زیر زمینی باشه. میخوام یکم اول با قضیه آشنا بشین، یعنی یه بخشی از فضای منزل زیر زمینه که از اطراف توسط خاک آهاته شده، زیر زمینه دیگه، اونجا چگونه خواهد بود؟ ولی یک بخشی داره. نوع دیگه به خاطر تهویه هواست و نفوذ هوا. خب هوای سرد بیرون از طریق درزهای اجباری که وجود داره به سمت داخل خونه نفوذ میکنه، یا بالعکس هوای گرمی که در داخل خونه هست به واسطه درزی که هست به بیرون نشت پیدا میکنه. یعنی نشت، نفوذ معمولا وروده به خونه رو میگن، وقتی هوا از بیرون وارد خونه بشه بهش میگن نفوذ هوا، و بلکسش وقتی هوا از داخل به سمت بیرون بره بهش میگن نشت هوا، عکس حالت قبلیش که از داخل به سمت خارج انجام میشه. حالا این ورود و خروج هوا، چه از داخل به بیرون چه از بیرون به داخل، باعث میشه یک مقداری از حرارت سوار بر این هوای نفوذ کرده یا نشت کرده، جا به میگفتیم اتوبوس سیالات تو مکانیک سیالات، این هوایی که خارج میشه اتوبوسه، دبیه، و سوار بر این یه مقدار حرارت تلف میشه. خود همین تهویه، ببین میگیم تهویه دیگه، تهویه هوای داخل میتونه به صورت طبیعی باشه از طریق درزایی که تو پنجره و در و اینا وجود داره، یا میتونه به لحاظ مکانیکی باشه، واقعا خود شما دخالت کردی، یک وسیله مکانیکی استفاده کردی که هوا رو بین داخل و خارج داره تبادل میکنه و سواره بر این یک مقدار حرارت از دست میرود.
تقریبا اگه بخوام یه دید کلی بدم 60-70% از طریق هدایت از طریق پوسته ها حرارت تلف میشه و بین 30-40% از طریق ورود و خروج هوا، حالا به صورت اجباری یا به صورت طبیعی انجام باشه. این یه دید کلی سعی کردم شما پیدا بکنین از اینکه اصلا ما دنبال چی هستیم. حالا شروع کنیم با هم این شماره هایی که این بغل هست رو دقت داشته باشید. اینها مصادیق اتلاف حرارت هستن که حالا تا بعدن نیست اینا رو نگاه کنیم. شماره دو اینجا نیافتاده، این شماره ای که اینجا دادم اتلاف از سقف هست. اجازه من هایلایت بکنم که چون یکم تعدادش زیاده اینا و میدونم باعث سردرگمی میشه. یک بار اول کلیت قضیه رو نگاه کنیم و بعد برخواهیم گشت و موارد جزئی رو نگاه میکنیم. یک مورد دیگه دمای گرم و سرد نشده هست که راجع به این صحبت خواهیم کرد که چی هست. و بعد اتلافی که از زمین انجام میگیره شماره 4 هست و خود همین اتلاف از زمین هم میتونه حالتهای مختلف داشته باشه که بهش خواهیم پرداخت. اتلاف از کف، زیر زمین، اینا بهش میپردازیم. و شماره 5 اینجا هست که در و پنجره هستن. خب برای یه ساختمون یه در و پنجره‌ای داره، از طریق اونها هم انجام میشه. 6 اتلاف در اثر نفوذ هوا. من معنای نفوذ رو به شما عرض کردم که چی هست که و تک تک اینها رو سعی کنیم یک فرمولی مثلا براش ارائه بدیم. هدایت حرارتی از طریق دیوارها فعلا داریم. در و پنجره رو من همونجوری که مشاهده کردین در قسمت دیگری بهش پرداختم. فرمولی که ما داریم همون فرمولی است که در درس انتقال حرارت شما بهش میپرداختین. مقدار حرارت برابر است با یه یویی رو باید تعیین کنیم. کل داستان ما اینه که برای اینکه اتلاف حرارت از طریق در دیوار و اینا رو بتونیم حساب بکنیم از این فرمول معروف انتقال حرارت استفاده میکنیم. میگوییم یک ضریب انتقال حرارت، یو فاکتور بهش میگن. اگه من یو رو داشته باشم برای دیوارهای مختلف، کیسهای مختلف، کافیه به اون مساحت تماسی که در جداره خارجی دارم، اون مساحت در معرض سرما اصطلاحا، ضرب بکنم. و در اختلاف دما، حالا این سوال اینه که این اختلاف دما چیه؟ بریم یه اسمی براش انتخاب میکنن که ادامه خواهم گفت به شما این چی هست. ولی این تی آی یعنی داخل، تی اوت میشه خارج. گفتم زمستانه، یعنی دمای بیرون از دمای داخل کمتره. پس این حالا با تی کوچیک هم نشون میدن اینو، با تی بزرگ هر جفتش من دیدم نشون میدن. و این میشه کمیت مثبتی است، دمای داخل میشه. و این اختلافه ده. حالا سوال اینه که این دمای داخل باید چقدر باشه؟ ببینید این سوال خیلی بزرگی است. و دمای خارج چقدره؟ یعنی خونه ای که توی چه میدونم اردبیل هست با خونه ای که توی دسفول هست یکیه؟ خب اینا باید این دمای خارج مشخص باشه. و دمای داخل چه دمای مناسب هست برای انسان که درش آسایش حرارتی داشته باشه. اختلاف اینا در اون مساحتی که جدار من در تماس با سرما هست در یه ضریب کلی انتقال حرارتی، این مسئله تبدیل شده به مسئله قابل لمس. فعلا اولا دارم این میش به این میگن ریداکشنیزم، یعنی کاهش دادن. من یک سوالی برای شما مطرح کردم که من یک ساختمون دارم در فصل سرما چقدر حرارت ازش به سمت بیرون میره. شما اومدید اول شق شقش کردید به 6 7 قسمت، گفتید از طریق 6 حالت مختلف مثلا ممکنه این یه تعدادی حالت مختلف ممکنه حرارت به سمت بیرون بره. گفتم فعلا اولی شد در نظر خود اینو شکوندمش به 3 تیکه. گفتم حرارتی که از طریق هدایت از دیوارها به بیرون میره یک بخشی به خاطر مساحتی است که در تماس با سرماست، یکی به خاطر اختلاف دمایی است که بیرون و داخل داره، و دیگری به واسطه اون ضریب کلی overall heat transfer coefficient که اینو توی انتقال حرارت هم داشتیم اتفاقا. این مسئله جدیدی نیست، توی مبدل ها داشتیم، توی سطوح گسترش یافته داشتیم، ولی کلا این کمک میکنه که مسئله من تبدیل بشه به یک سوال، علامت سوال. یه مسئله ای که کلا علامت سواله تبدیل میشه به چندین علامت سوال کوچکتر و هر کدام از این علامت سوال ها به علامت سوال های کوچکتر تقسیم میشن. در نهایت اون علامت سوال کوچیکا رو پیدا میکنیم جوابشو. حالا سوال نمی هنوز علامت سوال های ما اینه که دمای بیرون چقدره، دمای داخل چقدر باید باشه. دقت کنین چی گفتم، دمای بیرون چقدره، دمای داخل چقدر باید باشه. هر چی که هست اختلاف اینا، این مساحت هم که بالاخره هندسه مسئله رو داریم، مسئله مشخصه. چه این سوال اصلی، علامت سوال مهمی که ما اینجا داریم همین یو بزرگی است که باید بهش محاسبه بشه. ولی در نهایت یک دیوار اینجوری داشته باشیم. دیوار جزو هندسه های مولتی لایرد هست، چند لایه است. من تو همون انتقال حرارت هم که درس میدادن گفتم ما مسئله یک لایه از یک جنس خیلی کم داریم تو صنعت، توی تکنولوژی. معمولا ما چه یه ترانزیستور بخواد باشه نانو اسکیل و چه یک دیوار ساختمون باشه از چند تا لایه تشکیل. چرا ما حتما باید از یه لایه باید استفاده کنیم؟ و هر کدوم از اینها یه عایق اینور قرار داده شده، ضخامت های x1 x2 تا xn
این طرف یه داخل خونه است برای مثال گرمتره، دما بالاتره. اون طرف بیرون خونه است که سردترین هوای سردی داره میوزه اینجا، این هوای مطبوعی در داخلش وجود داره. توزیع دما رو اشاره کردیم که به صورت خطی کاهش پیدا میکنه در داخل، اینا همه به دست اومده اونجا. ولی میاد، اگه من دوباره بکشم همونجوری میبینید دما میاد کاهش میرسه به دیوار و به صورت خطی کم میشه، حالا با شیب های مختلف، میبینید با شیب های مختلف دوباره وقتی رسید به دمای بی‌نهایت میرسه. این شیب تابع از جنس ماده است و ذریب هدایت حرارتی. مثلا کار من اینجا نوشتم براتون، یه عایقی اگه اینجا باشه مقدار کا برابر بس خواهیم کرد که آیا به نظر شما این عایق رو اینجا بذاریم بهتره یا قسمت بیرون بذاریم بهتره. این هم یه سوالی است که وجود داره، حالا بعدم بهش میرسیم. تو بحث اینرسی حرارتی ساختمان این داره اهمیت میشه. حالی من اگه این جنس این مصالح ساختمانی که در ساخت دیوار استفاده شده رو داشته باشم، در نهایت میتوانم به کمک این فرمولی که اینجا میبینید یه یو برای این دیوار مرکب پیدا بکنم. این یو رو بذارم اینجا، مساحت مشخصه، دمای داخل و خارج هم حالا از یه جایی بالاخره میدونیم چیه، و از اینجا مقدار حرارت اطلافی از طریق دیوارها رو بتونم به دست بیارم. خب این فرمول هم فرمول پیچیده‌ای نیست، ما قبلا داشتیم، یکی به خاطر این کانوکشنی که این داخل دارم، یکی به خاطر کانوکشنی که بیرون دارم، دو تا مقاومت اضافه میشه. اینا به خاطر وجود اون هوایی است که در داخل در مجاورت دیوار وجوده، مقاومتی اعمال میکنه، مقاومت کانوکشن هم بهش میگن. حالا اینجا گفته شده F که میبینی یعنی فیلم، لایه هوایی که اینجا هست F است، مخفف F میشه. فیلم یعنی لایه دیگه، یا میتونه متحرک باشه بر صورت، یا به صورت از نچرال کانوکشن باشه، یعنی به اون یه مقاومتی اونجا اعمال میکنه. و همچنین قسمت بیرون که اینم F out هست، که گفته شده که تقریبا میتونید صفر بگیرید اگه کمتر از اون هوایی که اونجا تحت تأثیر این دما، چون یه فاصله اینجا هست تا بیاد برسه به دمای داخل افقی بشه، اینجا هم یه فاصله هست بیاد تا افقی بشه، این لایه هوایی که اینجا وجود داره اگه کمتر از 20 میلیمتر باشه، گفته شده میتونید صفر بگیرید. بالاخره اندازه‌گیری شده، خیلی مقدار ناچیزی هست. ولی برای این دوتا و داخل هم که مجموعی از لایه هایی دارم، لایه اول دوم تا xn، یه سامیشنی دارم x هر لایه تقسیم بر کای هر لایه، مجموع مقاومت های حرارتی لایه ها به علاوه هوایی که در مجاورت دیوار تحت تأثیر دمای دیوار قرار میگیره، اینا رو با هم جمع کنیم معکوسش کنیم میشه دیوار مرکب، یه یو به دست میاد. این کلیت آن چیزیست که ما در اینجا داریم. حالا سوالی که همچنان باقی مونده اینه که مقدار، خب این کار رو من باید چقدر بگیرم؟ این کا و اف و اینا مقدارش چیست؟ یه از جدول 1.18 جداولی که مشاهده میکنین همه از کتاب طباطبایی هست، یک فصل 18 شماره، یعنی فصل 1 بخش، اگه من اینو بیارم واسهتون، منحنی یک تغییرات فشار و نقطه جوش آب و اینا رو داره نشون میده، منحنی تغییرات وزن مخصوص، اینا نکاتی است که در جداول ترم، مثلا اینا کاملا بر اساس جداول ترمودینامیک گیوتون بیاد، اینا رو داشتیم دیگه، وی آی وی جی وی آی جی، اینا رد میشه. من اون قسمت هایی رو که به ترمودینامیک مربوط هست و خب در ویدیوهای جداگانه بهش پرداختم. وزن مخصوص آب رو میبینید اینجا آورده و این قسمت مد نظرم هست. از جدول 1.5 ضریب کلی هدایت حرارتی برای دیوارهای بنایی و خب برای حالت‌ها این یورو داده مستقیم به شما دیگه. این کتاب، این جدولی که می‌بینید از کتاب هندبوک کریر کپی پیس شده اینجا، ای کاش ترجمه می‌شد یه مقدار، ولی خب به هر حال دیگه اینا خیلی زیاده. ذریع هدایت و دیوارهای بنایی رو می‌بینید برای حالت‌های مختلف، این کلا یورو به شما داده، یعنی دیگه شما رو درگیر نمی‌کنه با اینکه برید برای تک تک لایه‌هایی که وجود داره یه بار این کارو کرده، حساب کرده اینجا قرار داده واسه اون که از این جهت شاید کار شما رو راحت‌تر بکنه. ولی همچنان همینه، اگه دقت کنید ضریب کلی هدایت حرارتی سقف و کف و اینا هم حالا بهش خواهیم رسید در ادامه. من جدولی که اینجا به شما گفتم جدول 1.18 است که مقاومت حرارتی رو داده و 1.18 اینجاست، بله مقاومت حرارتی مصالح ساختمانی رو به شما داده، مقاومت حرارتیشون چقدر هست دیگه، به واحدها خوب دقت داشته باشی که چی هست و از این میتونی استفاده کنی و ادامه جدول 1.18 رو میبینی که مقاومت آورد. این از این قسمت. پس ما تکلیفمون روشن شد دقیقا. حالا من اینجا اتفاقا یورو دیوارهای استاندارد هم در جداولی که گفتم مثلا برید دیوارهای استاندارد، دیوارهایی که معلومه
یکم حالت مصنوعی میشه دیگه. یعنی شما اگه اون کیسی که دارید با هیچ کدوم از اون مقادیر جداول اولیه بود انطباق نکنه، دیگه نمیتونید از اون یویی که بود استفاده. ولی خب اون دیوارهای استاندارد، یعنی دیوارهایی که معمولا همون جوری هم دیگه از همون استفاده، اونا هم میاره. ولی خب راه دیگه شونه که خودتون از این فرمول استفاده کنید، یورو به دست بیارید برای مسئله‌ای که دارید. طبعا اینجا من چند نمونه آوردم واسهتون. مثلا دیوار اگه آجری باشه، مقدار ضخامت بین 11 تا 56 سانتی متر و برای حالت اگه اندود داشته باشه، اندود نداشته باشه، و دیوار بتونی به همین شکل، اینا رو آوردم اینجا واسهتون که 1 کیلو کالری بر ساعت متر مربع درجه سانتیگراد تقریبا میشه 1.160. اینا میاد تبدیل واحدار دیگه قرار شد یه بار با هم دیگه، دیگه اول من گفتم به شما دیگه وات بر متر مربع کلوین، از این تبدیل واحد بینه. شما میدونید که واحد یو باید وات بر متر مربع کلوین باشه دیگه، ولی اینجا چیزی که داده شده کیلو کالری بر ساعت متر مربع درجه ثانیه که تبدیل واحدش هم اینجا به شما دادم. و این همون جداول 1.5 و 1.6 برای دیوار بنایی هست، جدول 1.7 برای دیوار صنعتی هست، جدول 1.8 و 1.9 دیوار پیش ساخته و پارتیشن ها رو داده. اینا میگن دیوارهای استاندارد، دیوارهایی که آماده ان. شما یوشو میخواین میرید از اون جدول یوشو استفاده میکنید. و دیوارهای داخل خونه، اون دیوار داخل خونه و دیوار بیرونی فرق میکنه دیگه، حالت تشکیل دهندش متفاوته. یه دونم که 1.18 داشتیم، گفتم درس ما خیلی جدول محوره دیگه، باید بتونیم با این جداول سر و کله بزنیم. این سوال اول، یعنی یکی از اون علامت های سوال رو ما تونستیم جواب بدیم که این مقدار یورو از کجا آماده بریم، از یه جدولی بیاریم، یا بریم مقاومت حرارتی مساله ساختمانی رو سرهمش بکنیم و به این حالت تبدیل بشیم. البته دقت داشته باشید که فیلم هوا هم اینجا هستا، یعنی تو همین جدول 1.18 وقتی میاد قسمت پایین اینجا ایر فیلم رو مشاهده میکنی که حالا اینکه افقی باشه، شیب داشته باشه، ورتیکال باشه، از پایین، اینا راجع به اینا ما بعدا صحبت خواهم کرد در ادامه همین فصل. ولی جدول 1.18 شما این افار هم دارید، مقاومت ها هم دارید، جمع خودتون یورو برین اصلا حساب بکنید برای دیوار غیر استانداردی که دارید و شبیهش رو تو هیچ کدوم از این جداول 1.5 تا 1.10 پیدا نمیکنید. سوال بعدی که باید اینجا پاسخ داده بشه اینه که این اختلاف دماها چیه. خب میایم میگوییم که ما یک مفهومی به نام طرح تعیین میکنیم، یعنی دمای طرح داخل یا دمای طرح خارج، یعنی آن چیزی که باید باشه، طراحی براش انجام خواهد شد. دمای طراحی، طرح این لغت ترسناکیه به نظر، که برای کاربردهای مختلف تو جدول 1.21 و 1.22 داده شد. داخل رو دارم عرض میکنم، تی آی رو دارم الان به شما میگم، که اگه کارخانه جات باشه بستگی به محصولی که تولید میکنه، اینکه من قرار هست چه مقدار دمای هوایی رو در فضای داخل ایجاد بکنم، و می یک سوالی است که بستگی داره که اونجا یک انسان داره زندگی میکنه یا قرار یک محصول غذایی اونجا نگهداری بشه که دمای پایینتری باید ایجاد بشه. ولی جداول 1.21 1.22 اگه برگردیم، 1.21 اینجا هست، شرایط طرح داخل تابستانی و زمستانی، البته هر جفتش آورده، یعنی تو زمستان تو فصل آسایش حرارتی اشاره کردم که دمای طرحی که انسان درش آسایش داره در زمستان و تابستان با هم یکی نیست برای شرایط آسایش انسان. حالا از نوع ساختمون رو اینجا مشاهده میکنید، با توجه به این شرایطی که دارید، محل های لوکس، محل های معمولی میبینید دیگر، اینم حالا واقعا جای بحث داره دیگه، به لحاظ اینکه بالاخره چرس کنم جای تاسف داره، یعنی واقعا. ولی به هر صورت برای محل های معمولی و لوکس و اینا متفاوت هست که شرط آسایش باید چه جوری باشه. این برای تابستان و البته برای زمستان که این دیگه لوکس و معمولی نداره دیگه، زمستان با قشر ضعیف انطباق بهتری داره، بدون رطوبت. اینا رو از اینجا خلاصه میخونید دیگه. نوسان دما رو اینجا داده که چه مقدار تغییرات دمایی لازم هست. این جدول 1.21 بود. جدول 1.22 دمای طرح داخل زمستانی، میاد در مورد زمستان داریم فعلا صحبت میکنیم، برای ساختمان های مختلف، منازل مسکونی، فروشگاه ها، کارخانجات و بیماری، این حالت های مختلفی است که البته فقط این نیست، یعنی درس طراحی استخر رو نمیدونم سینما و تئاتر اینا خودش یه فصل جداگانه است، ولی دمای طرحش رو اینجا آورده. فقط به این جدول دقت داشته باشید، نه در مورد این جدول، بلکه در مورد همه اون سایر جداولی هم که هست میتونید با همین سیستم برید جلو. این اعدادی که تو این جدول هستن چه معنایی دارن؟ برای مثال فرض کنید اگه از شما یه سوالی کنن که بخواید از شرایط آسایش حرارتی در یه منطقه معمولی برای یک خانه معمولی، منطقه لوکس ایجاد کنید، با وجود همون ابراز تاسفی که کردم،
تفاوتش دقیقا تو چی هست؟ نگاه کن اینجا گفته شده که رطوبت نسبی تقریبا همونه، یعنی فرقی نمیکنه، اما دما در تابستان دارم عرض میکنم، دما رو اینجا 77 درجه نگه داشته فارنهایت البته، و اینجا 74 فارنهایت، یه مقدار دمای خشک پایین تر در نظر گرفته شده. و شبیه همین خب در سایر موارد، مثلا حتی نگاه کنید ستون و اینجا آپارتمان، منزل، مسکونی، خود اینا همه توی دسته قرار دارن، ولی یه سری مکانهایی با مدت اشغال محدود مثل بانک، آرایشگاه، اینا محدود هستن، یا اونهایی که جمعیت خیلی زیادی در یک جا میشینه مثل رستوران، تئاتر، سینما، مسجد، اینا تجمع افراد وجود داره. و ساختمان های خود این یه دستبندیه، داره به شما دید میده که ما چند نوع ساختمان از دیدگاه آسایش حرارتی داریم. و این دما ها هم جای زیرش کامنت زده که برای تنظیم ترموستات اتاقی استفاده میشه که دما چجوری باشه. و اتاق هایی که سطح شیشه آنها زیاد است، یعنی خیلی با بیرون تماس دارن، دیوارهای مشرف به خارج آنها خوب عایق کاری نشده، باید دمای خشک رو حد اکثر میزانی که گفته شده دارن، یعنی مقدار محافظه کارانه عمل، یه رنج داده دیگه، این رنجی که شما باید بالاخره مثلا اینجا دمایی که پیشنهاد داده بین 74 تا 76 مثلا، یا اینجا به همیشه، خب شما کدومو در نظر میگیرید؟ این بستگی داره به اینکه چقدر شیشه داشته باشه و یه مقدار این شم مهندسیتون رو سعی کنید بهتر بکنید. نوسان دما تو زمستان میبینید منفی 4، اینجا اجازه داده شده که نوسان دمایی بیشتری ایجاد بشه تو منصنتی، یا توی بحث تابستان مثبت، اینجا منفیه، و اینجا توی بحث گرمای نهانی زیاد اجازه نوسان دمای کمتری داده، ولی همچنان در مناطق صنعتی و اینها اجازه نوسان دما بیشتره، حتی در زمستان و چه در تابستان و چه در زمستان. یه مورد دیگر ما در مورد زمستان البته داریم بیشتر صحبت میکنیم، که مشاهده میکنیم که وقتی رطوبت نسبی افزایش پیدا میکنه، یعنی اینجا الان 35 خورده، 35 تا 30، این 40 تا 35 هست، دمای خشکی که برای اینجا مناسب هست کاهش پیدا میکنه. من روندی که اینجا نوشتم، اینجا دمای خشک اگه بیشتر بشه رطوبت نسبی کم میشه، یا بالعکس اگر رطوبت نسبی زیاد بشه دمای خشک باید کمتر باشه. میگم منظورم رو تقریبا متوجه شدید که منظورم چی هست، این که این اعدادی که در جدول هستند رو سعی کنید باش ارتباط برقرار کنید و صرفا به واسه یک سری عدد خوانی از جدول نباشه. اینجا الان رطوبت نسبی رو بیشتر کردیم در قیاس با همه موارد، چون گرمای نهان اینجا بیشتر بوده. و حتی در جدول بعدی که زمستان رو داره نشون میده، دمای ترم قبلی هم برای تابستانه، هم برای بار برودتی، هم برای بار حرارتی، که ما فعلا در مورد بحث حرارتی داریم، ولی یکی برای زمستان هست که منازل مسکونی، فروشگاه‌ها، این خود این دسته‌بندی آموزنده است، راهی که شما کارخانه‌جات رو چه دمایی باید نگه دارید، و حتی اتاق هتل ها اتاق خواب و حمامش متفاوته با اتاق غذاخوریش، دفاتر، تئاتر، سینما، آشپزخانه، اینا همه مواردی هستن که میتونه جدای از این که عدداش مهم باشه، اینکه نسبت به هم چگونه تغییر میکنند هم معنادار باشه. برگردیم به، من این اعداد از یه مرجع دیگه‌ای برداشتم که حالا بهتون بهش خواهیم رسید، چون یک جدول به جداولم دقت کنید، این جدول قبل از 5 بیشتر جداول ترمودینامیکی بود، از 1.5 تا 1.10 ضرایب کلی انتقال حرارت برای دیوارهای استاندارد بود، بعد پریدیم به 1.21 و 1.22 و 1.23 که اینجا مشاهده می‌کنید، اینها برای دمای طرح داخل بودن. دمای طرح خارج رو حالا علامت سوال بعدی، اینکه این دفعه این تی او رو میخواییم چیکار بکنیم. تی او اصولا بحث اینه که آیا ما در کدوم زمان از شبانه روز باید دما رو در نظر بگیریم، و دومندش که همون دم، مثلا در اگه بحث بار حرارتی هستیم، ساعت 4 تا 5 صبح قرار شد بکنیم که هیچ خورشیدی هم وجود نداره، خیلی سرده. حالا سوال اینه که آیا دمای یک ناحیه، یک منطقه جغرافیایی در ساعت 4 تا 5 صبح در طول سال همیشه یه دمای ثابته؟ نه. پس یه بحث زمانی روی شبانه روز داریم، یه بحث زمانی روی کل طول سال داریم. اگر ما بیایم برای کل طول سال بدترین حالت رو در نظر بگیریم، یه مقدار به نظر میرسه که اوورستیمیت کردیم، یه شورش هم در اومده دیگه. در نتیجه میایم بین حالا گرمترین و سردترینی که جو بار حرارتی و سرمایی و اینایی که داریم، نمیایم بدترین حالت رو در نظر بگیریم به خاطر بحث صرفه جویی در مصرف انرژی. یه مقدار دیگه به نظر میاد انرژی خیلی زیاد مصرف میشه، بچون نسبت بدترین حالت طراحی کنیم. میگم شرایطی از هوا که در طول چند سال
تکرار شده، یه هوای میانگینی که توسط سازمان هواشناسی گزارش شده رو در نظر میگیرن و یه جدولی رو قرار میدن، جدول 1-19 رو اگر برگردیم، یکم ترتیب جدول ها رو من متفاوت گفتم، 1-18 هم که مقدار برای مصالح ساختمانی بود دیگه، مقدار مقاومت ترتیب، 1-19 شرایط طرح خارج تابستانی و زمستانی برای شهرهای مختلف ایران هست که میبینید جا ورده چه مواردی، دمای خشک، دمای مرطوب، دامنه تغییرات روزانه. دمای تغییرات روزانه از یه جهت میتونه داره اهمیت باشه که مثلا فرض کنید شما میخواید دودکش خورشیدی نصب کنید که روزا خیلی گرمه شبا خیلی سرده، چنین چیزی برای دودکش خورشیدی مناسبه چون طول روز قشنگ گرم میکنه، طول شب سرد میشه و از این اختلافه. بعضی وقت دیدیم میگن روزا گرمه شبا باید حتما پتو بکشیم بخوابیم، یا چنین حال هوایی که دمای شب و روز، این عددی که اینجا هست از این جهت داره اهمیت، ولی زیر نویسم داده که دامنه تغییرات روزانه دمای خشک بهش میگن دیلی رنج، از اختلاف دمای حد اکثر و حد اقل در طول مدت 24 ساعت شبانه رو در شهر مورد نظر. دیگه دمای خشک اینجا میبینید و در زمستان، یکی دمای خشک در تابستان، خب زمستان خیلی سردتره دیگه، و عرض جغرافیایی و ارتفاع سطح دریا که این برای شهرهای مختلفی که اینجا مشاهده میکنید یه اعدادی است که میتونید استفاده بکنید، ولی من اینجا اتفاقا مجددا آوردم اینو، اعداد از یه جای دیگه استفاده کردم، میخواستم ببینید که یه مقدار اعدادم ممکنه متفاوت باشن دیگه، ولی بیشترین رنج تغییرات دمایی که ما داریم، این البته از نوع از فارنهایت نوشته، اینجا من از درجه سانتیگراد نوشتم، ولی اختلاف دما رو نگاه کنیم متوجه خواهید شد که چه شهری تو ایران بیشترین اختلاف دما رو داره به طور میانگین، البته در چند سال این گزارش شده، عددی که مشاهده می‌کنید. جدولی که الان با هم نگاه کردیم برای اول مرداد ساعت 3 بعد از ظهر هست برای بار سرمایی تابستون، و حالا در مورد بار سرمایی من فعلا صحبت نمی‌کنم، ولی گفتم چون این دوتا مبحث بار گرمای سرمایی در هم تنیده هستن، بعضی جاها اینا رو کنار هم مجبوریم در هم بگیم، میگم جداولش هم حتی یکیه، به خاطر من اینا رو هر جفتشو کنار هم آوردم که این چیزی که در جدول 1-19 این اعدادی که اینجا مشاهده می‌کنید برای یک مرداد ساعت 3 بعد از ظهر بحث بار سرمایی رو دارم میگم تابستون. اگه ساعت‌های دیگر رو شما بخواید، اینجا یک جدول 1-20 اومده، تسیع دمای طرح خارج برای ساعات مختلف روز برای محاسبه بار سرمایی ساختمان که ما فعلا کاری بهش نداریم، ولی خب همش منفیه دیگه، می‌بینید دیگه، یعنی اینکه سایر ساعت‌ها دماش پایین‌تر از اون 3 بعد از ظهری است که به عنوان مبدع مختصات تعریف کردیم و بقیه این 3 صفر همونجوری که می‌بینید برای ساعت 3 بعد از ظهر مقدارش استسیح نیاز نداره، ولی هم درای بالب داریم هم وت بالب داریم و الاخر. این مباحثی که تا اینجا با هم مرور کردیم مربوط بود به اتلاف حرارت به واسطه کاندکشن از دیوارها به واسطه دمای خارج، دمای داخل، مساحت و ضریب کلی انتقال حرارت، و نکاتی که اینجا عرض کردم خیلی پایه‌ای بود. حالا ادامه بدیم. مورد دوم اتلاف از سقف، خیلی حالا بحثی نداریم اینجا، مثل دیواره، سقف به لحاظ ساختار خب مثل همون دیوار افقی میمونه دیگه، یعنی انگار که بالای سرشون یک دیوار افقی قرار داده شده. جدولامون رو دقت کنید که جدول 1-10 رفته بودیم، حالا 1-11-12-13-14 به ما مقدار جدول، البته 1-15 و 1-16 برای دیوارهای عایق شده هست، 1-12 برای میتونیم برگردیم بالاتر که شما ببینید جداول رو، جدول بله این 1-10 هست، این که برای دیوارهای داخلی که داشتیم در قسمت قبل دیوارهای استاندارد میگفتیم، ضریب کلی هدایت حرارتی یورو کلا به شما داده برای یک سقف استاندارد، سقف طبقه آخر زیر بام اینجا این میشه این، و 1-12 ضریب کلی هدایت برای سقف‌های شیبدار، جدول 1-13 برای سقف و کفه همونجوری که مشاهده میکنید، وقتی که قسمت بالا تهویه شده باشه قسمت پایین تهویه آن کاندیشن باشه، الان چه جهت به سمت بالا، و اینجا فرمولش هم دقت کنید که چی هست دیگه، نوشته مقدار حرارت به دست آمده میشه مساحت ضرب در همین یویی که از جدول اومده در دمای بیرون منهای دمای منهای 5، و همین برای سقف و کف جدول بعدی است که این دفعه قسمت بالا تهویه نشده باشه قسمت پایین تهویه شده باشه، و فرمولش هم خودتون پایین نگاه میکنید. جدول 1-15 ضریب کلی هدایت حرارتی برای دیوار، سقف یا کف با عایق و لایه‌ای هوا هست،
که اینجا شکلاشو کشیده. جدول 1.16 ضریب کلی هدایتی بر سقف طبقه آخر وقتی که بام عایق کاری شود. 1.17 ضریب کلی هدایتی برای پنجره ها و درها که حالا بهش خواهیم رسید. پس این جدول ها رو خوب شناختیم، شبیه کلن کانسپت شبیه همونیست که در مورد دیوار اشاره کردیم، مقاومت فیلم هم که داریم، فقط فرقش اینه که دیوارهای افقی. خب دیوار افقی یعنی چی؟ یعنی سقف دیگه. برای تابستان و زمستان کجا بود؟ اگه یادتون باشه من چند دقیقه قبل اشاره کردم جدول 1.18 در قسمت پایینش ما اینجا داریم که برای هوا رو داریم. آره اگه هاریزنتال باشه افقی باشه میشه سقف دیگه، حالا اگر ورتیکال باشه میشه دیوار. اف هم از همینجا همون فرمول استفاده کنید، افش رو فقط برای دیوارهای افقی به دست بگیرید. یه نکته اینجا وجود داره که ما میگوییم دمای گرم و سرد نشده، یعنی فضاهایی ما در داخل خونه داریم که قرار نیست اونها رو در تابستان سردشون خنکشون بکنیم و در تابستان گرمشون بکنیم، بهش میگن دمای. حالا فعلا دارم در مورد تابستان عرض کردم که دو فصل باری گرمایشی و سرمایشی در هم تنیده هستند، ولی من تا حد امکان تونستم اینا رو از هم دیگه جدا بکنم، ولی یه جاهایی باز اوورلپ پیدا میکنم با هم دیگه. این دمای فضایی که قرار نیست در زمستان گرم بشه، این چیزی که در اینجا مشاهده میکنید قسمت دومشه، و دمای فضایی که قرار نیست در تابستان سرد. شما در مورد دما داریم صحبت میکنیم، این دما رو باید چقدر بگیریم. حالا بحث اینه که اگر که این فضای بیرون و داخل باشه، خب یاد گرفتیم الان بیرون رو از جداول به دست آوردیم، قسمت داخل هم به همین شکل از هم کم میکنیم و اینا. اما یه سری فضاهایی در داخل خونه هستن که در همونجوری گفتم سرد نی، دما اینا رو ما باید چقدر بگیریم؟ آیا همه جاهای خونه دارای دمای یکسانی هستن؟ اصلا لزومی داره همه جای خونه یک به یک اندازه گرم یا سرد بشه؟ دمای فضایی که قرار نیست خنک بشوند در تابستان بهش میگن دمای اتاق سرد نشده مجاور در محاسبه بار سرمایشی استفاده میشه. خوب دقت کنیم به این لغات، یکم مفاهیم زیاده ولی خیلی کانسپت ساده است. میگویم که TI به علاوه TO منهای TI ضرب در یه چیزی. این خیلی ساده فرمول، دقت کنیم متوجه میشین چیا. فرض کنین 667 که اصل داستان ما تو همین دو سومه، این عددی که اینو من یک بذارم، اون موقع TI با TI ساده میشه، دمای اتاق سرد نشده مجاور همون دمای بیرون میشه. دیدید وقتی آدم از اتاق میاد وارد مثلا راه رو میشه میگه آقا اون راه رو یخچاله، یعنی دماش تقریبا با دمای بیرون خونه یکیه حالا به شکل کلی. ولی پس من اگه اینو من بگیرم یک، مقدار دمای اتاق سرد نشده مجاور رو هم دمای بیرون گرفتم، حالا حتی این واسه تابستون ها مثلا داغه، اونجا تو اتاق خیلی خنکه، میری تو راه رو داغه. اما اگه بگیرم صفر ضریبو، در اون صورت دمای سرد نشده مجاور رو گرفتم، همون دمای، انگار همه جای خونه به یک اندازه خنک شده و دمای داخل خونه همه جا یکیست. حالا ما میایم میگیم بینابینی بگیرید، نه این ضریبو صفر بگیرید نه ضریبو یک بگیرید، بلکه دو سوم اختلاف دمای داخل و بیرون اضافه کنید به دمای داخل. ببین تابستون الان دمای داخل خونه کمه، داخل خونه مثلا چه من 20 درجه است، بیرون 50 درجه است. شما میگید این اختلاف 30 درجه ای که وجود داره دو سومشو به دمای داخل اضافه کنید و از این استفاده بکنید، جای خونه رو با یک دمای یکسان نگیرید. اینجا مثال هم زدم، مثلا توی داخل اگر 80 باشه بیرون 95، تابستونه دیگه، یه چنین کاری کنید 90 فارنهایت میتونید بگیرید به عنوان نمونه. حالا اتاق سرد نشده مجاور اگر خودش دارای یک منبع گرمایی غیر عادی باشه، این تابستونه ها دارم تاکید میکنم، وقتی تو اتاق سرد نشده مجاور یک منبع گرمایی باشه تو تابستون، خب این خوب نیست دیگه، به خاطر اینکه منبع مثل چی؟ مثل آشپزخونه، اونجا دائما یه چیزی روشن همینجور داره حرارت میده، یا یه موتورخونه ای باشه، یه تجهیزاتی باشه که دائما در حال تولید گرما هستن، در حالی که اتاق دمای اتاق سرد نشده غیر عادی که یه چیزی توش هستش که مثلا آشپزخونه ای چیزی، همون دمای طرح خارج به علاوه 15 الی 25 فارنهایت است. تا همین مثال قبلی اگر دمای طرح خارجمون 95 بود به علاوه 15 میگیرید، یه مقدار گرمتر فرض میکنید، 110 فرض میکنید، چون دارای یه منبع گرمایی غیر عادی دیگه، یعنی باید اینا به عنوان طراحیتون یه جایی ببینید شما دیگه. حالا اتاق سرد نشده اگر در پایین فضا قرار داشته باشد، دمای اتاق سرد نشده پایین در تابستان
دمای طرح خارج منهای 5 هست که 90 درجه 90 فارنهایت در نظر بگیر. این برای تابستان. برگردیم به اصل داستان خودمون که تو زمستان بود. دمای فضایی که قرار نیست گرم بشه در زمستان، یه اتاق راهروی چیزی اون بغل هست که نمیخواید اونو خیلی دو رفت آمد زیادی درش وجود نداره، چون اگه بخواید اون دمای اونجا رو هم دمای خونه بگیرید انرژیتون تلف شده، یه مقدار باید دماش پایین‌تر بگیرید. در اختلاف دمای فضای اصلی با فضای گرم نشده مجاور، اینجا نیم در نظر گرفته شده، یعنی همون داستانی که اینجا اشاره کرد، فقط فرقش اینه که تی او منهای تی آی، چون اینجا تابستون بیرون گرمتره، این میشه تی آی منهای تی او، داخل گرمتره. نصفش رو عنوان اونجا دارن، اونجا حالا دو سوم گرفته بودیم، اینجا پیشنهاد شده که مقدار نصفش اگه در نظر بگیرید مناسب باشه. برای مثال اگه 0 و 70 فارنهایت باشه، اختلافش رو در نیم کنید 35 فارنهایت و اختلاف دما رو به این شکل در نظر بگیر. مثلا زیر زمین رو 32 فارنهایت، زیر بام 25 تا 40، بستگی به عایقی که داره، که روش اگه عایق ضعیفی داشته باشید 25، به خاطر اینکه زمستون الانا دما اگه عایق خوب نباشه دما میاد پایین‌تر، 25 خوب نیست، یعنی بار حرارتی ساختمونتون افزایش پیدا میکنه. اما اگه عایق خوب داشته باشه میتونید تا 40 فارنهایت هم در نظر بگیرید. حالا داستان چیه؟ ما میگیم یه اتاقی داریم قراره توی یه دمای خیلی خوبی که آسایش حرارتی هست قرار بگیره، یه اتاق بغلی داریم که دماش از زمستون برای مثال دماش پایین‌تره. مثلا من قراره اینجا تو اتاقی که هستم 20 درجه باشه، اون راه رو بغلی 15 درجه است، برای مثال 10 درجه است. خب این اختلاف دمایی که بین اون فضایی که درش انسان زندگی میکنه و فضای مطبوع نشده مجاور بگم، حالا چه تابستان، یه اختلاف دمایی در داخل خونه شکل میگیره، در داخل خونه شکل میگیره، که این اختلاف دما باعث ایجادی که انتقال حرارتی میشه. حالا به نظر شما این مقدار گرمای منتقل شده از اتاق گرم که من الان درش هستم تو زمستان مطبوع شرایط چقدره؟ حرارت به فضای گرم نشده مجاور که یه مقدار دماش قرار شد پایین تر در نظر بگیریم در زمستان. خب با توجه به قانون بقای انرژی ساده، من میگم اون مقدار حرارتی که از الان اتاقی که من توش هستم، پذیرایی فلان اتاق خواب، به فضای راهروی بغل منتقل میشه، همونقدر از اون ور به بیرون منتقل میشه. قانون بقای انرژی دیگه، شرایط پایاست، تغییر نمیکنه. هر چقدر که از این اتاق گرم به اتاق تهویه نشده یا مطبوع نشده مجاور، unconditioned space میگن، داده میشه، همون از اونجا از طریق در و دیوار اون به بیرون منتقل میشه. پس گرمای منتقل شده از اتاق گرم به فضای گرم نشده مجاور برابر است با حرارت تلف شده از فضای گرم نشده به محیط. هرچی از اینجا میاد از اون بر پرت میشه به بیرون دیگه. این هم از مورد سوم که یه مقدار بحث خواستم متوجه بشید که ما فقط با بیرون و داخل خونه کار نداریم، بلکه در داخل خونه هم همه دماها لزوما قرار نیست یکی باشه، که میتونید بکنید این کارو، ولی خب انرژی بیشتری تلف میکنید برای اینکه جایی که لازم نیست رو، حالا قراره هر از چنگا یکی بره بیاد، اونجا رو در دمایی نگه دارید که لازم نیست و به داخل خونه مرتبط میشه. مورد چهارم اتلاف از زمین هست، که حالا ما سقف رو گفتیم، دیوار رو گفتیم، داخل دیوارهای داخل خونه رو هم گفتیم، حالا این دفعه کف ساختمون رو داریم بحث میکنیم. دقت کنید که اینجا وقتی اتلاف از زمین رو بحث میکنیم، وقتی که در تابستان هستیم، من اولین رو بگم بعد وارد محاسبه بشیم، حرارت کسب شده از کف در بار سرمایی ناچیز است، یعنی این چیزی که الان ما اینجا حساب میکنیم در بار سرمایی دیگه نیاز نیست حساب بکنیم، اما وقتی که زمستان باشد و من بخواهم بار حرارتی رو حساب بکنم، تو بقیه چیزی که در ادامه خواهم گفت و یه مثال کوچولو هم حل خواهم کرد، شما باید در نظر بگیرید مقدار حرارت تبادل شده با کف رو. اینجا گذاشتم که دمای زمین چقدر هست. وقتی دمای بیرون بین -30 تا -20 فارنهایت باشه، دمای زمین بین 40 تا 65 فارنهایت تقریبا تغییر میکنه. تابع فصل هم چندان نیست، اینا داده هاییست که از اندازه‌گیری به دست اومده، تأثیر زیادی نمیذاره فصل سال روی این دمایی که اینجا مشاهده میکنه. ولی بحث اینه که در حقیقت ساختمون ما یک زیرزمینی داره دیگه. زیرزمین یعنی یک فضایی که من جای شکلی کشیدم اینجا الان، از طریق دیوارهای خودش هم با زمین در تماسه، علاوه بر اینکه یک کفی داره، بلکه از طریق دیوارها هم با زمین در تماسه.
این کفن برای زیرزمین، کف و دیوارها، چون ما دیوار در قسمت قبل بررسی کردیم. اگه فضای ما زیرزمین باشه باید دیوارهاش رو هم باز با توجه به دمای زمین محاسباتش رو انجام بدیم. دمای سطح زمین، حالا اعدادی است که من جمع آوری کردم از مراجع، تا حدود 8 فوت تقریبا میشه 2.5 متر در داخل زمین نفوذ می‌کنه، تا تقریبا تا عمق 2-3 متری در داخل زمین تحت تأثیر دمای سطح زمین قرار میگیره، ولی دیگه بعد از اون چندان این تاثیرگذار نخواهد بود در دمایی که وجود داره. تشعشع خورشید اهمیت داره، وقتی خورشید میتابه و اینا، و زیر زمین در این اتفاق همون نکته ایست که اشاره کردم، و معمولا دیدید که میگن که توی تابستون زیر زمین خنک‌تره و توی زمستون گرمتره، به خاطر همینه که این دما تابعی از فصل سال نیست و دما تقریبا یک مقدار معتدلی باقی میمونه. و این عمقی هم که گفتن، خب زیر زمین تا همون 2-3 متر 4-5 متر میره داخل زمین دیگه، و این اتفاقاتی که در بیرون میفته، تابش خورشید فلان، برف و کوره، اینا زیاد نمیتونه در داخل زمین نفوذ کنه. وقتی شما اینجا نشسته باشین، دمایی که اطرافتون میبینید چندان تحت تاثیر دمای هوای بیرون نیست. انتقالات از دیوارها رو باید بحث بکنیم، که توی دیوارها خب تابع عمق دیگه، یعنی نکته اینجاست که تو کف اینجا دما تابع عمق نیست، چون این عمق ثابت داره دیگه، دما یکسانه، ولی وقتی تو دیوار دارید بحث میکنید دما در اینجا متغیره، از عرض کردم که تا تقریبا چند متر نفوذ میکنه. پس در تفاوت دیوار و تفاوت کف و تفاوتش با کف در اینه که این دما تقریبا ثابته، ولی دیوارها با عمق متغیر خواهند بود. دیوارها تابع عمق است. برای کف زیر زمین تابع محیط کف است تا مساحت آن. به خاطر هم یکی از کارهایی که توی زیر زمین ها میشه انجام داد اینه که محیط کفش رو عایق بکنید در زمستان. تلفات از کف برای ساختمان بدون زیر زمین، چون زیر زمین هست بحثای عرض کردم که چجوری است دیگه، باید دیوارش و کفش و اینا رو حساب کنه، ولی تلفات از کف برای ساختمان بدون زیر زمین رابطش به این صورت هست که کیو بی تیو بر ساعت هست. دقت کنیم به واحدها، هم مشابه وات دیگه، بی تیو واحد انرژیه، وقتی تقسیم میشه به زمان از جنس وات، مثل مشابه وات میشه. 6 دهم محیط، همونجوری که گفتم با محیط رابطه داره، و تی داخل منهای تی بیرون، به علاوه 500 ای در اختلاف دمای داخل با دمای زمین، که دمای زمین هم من اینجا مقدارشو دادم و موجود هست در مراجعی که داریم. مثلا فرض کنید که اتاق 20 در 12 دارم، 20 فوت در 12 فوت، محیطشو حساب خواهید کرد، 20 به علاوه 12. و این محیط، دقت کنید، محیطی که داریم میگه محیطی است که در مجاورت سرما قرار گرفته، نه مجاورت هوا قرار گرفته. ممکنه ساختمان شما جوری باشه که فقط یه گوشش در مجاورت هوای بیرون هست، یعنی چه من نصف محیط رو در نظر، اون قسمتی از محیط که در داخل قرار گرفته اونو در نظر نگرفتم، نصف محیط در معرض هواست. به خاطر هم پی که در اینجا میبینید 20 به علاوه 12 قرار داشته، مساحت هم که 20 ضرب در 12 است، یعنی اختلافی که دمای داخل با کف داره، این داخل با زمین داره، با مساحت رابطه داره. منطقی هم هست دیگه. الان به شما بگن که یه دونه اینجور من یه چیزی اتاقی دارم، این پایینش جیه، این بیرونش آوت دیگه. شما بخواید انتقال حرارتی که به کف انجام میشه چگونه است، شما میگید مساحت رو باید به اختلاف دمای داخل و دمای زمین ضرب بکنم. این برای خونه ایست که زیرزمین نداشته باشه، تاکید میکنم برای خونه معمولی است، همین خونه که بدون زیرزمین است. و پس مساحت تو اختلاف دمای داخل که این آیه با زمین مطرح میشه، اما اون چیزی که با بیرون، فرض کن این طرفش مثلا داخل خونه است، فقط این طرفش با بیرون در تماس است، محیطه که برای ما تعیین کننده است در اینجا. پس میام محیط رو در اختلاف دمای داخل و بیرون قرار میدم با ضریب 6 دهم، ولی مساحت رو به اختلاف دمای داخل با زمین ضرب خواهم کرد. مساحت محاسبه شو 6 دهم 32 در 65 منهای 0، 32 که میمه دقیق محیط دیگه، 20 به علاوه 12 میشه 32، اختلاف 65 منهای 0 به علاوه 5 صدم مساحت هم که شد 20 ضرب در 12، 240 در اختلاف دمای داخل و دمای زمین 65 منهای 55، که مقدار بی تیو بر ساعتش اینجا کیو به دست اومد.
حالا اتفاقا اینجا شما میتونید این عددا رو مقایسه کنین، اون مقداری که با زمین داره تبادل میشه اینو جداگانه حساب کنید و اون مقداری که دقیقا از طریق محیط داره تبادل میشه خیلی عدد کوچیکی میشه. یعنی 500می که در این رابطه دارید مقدار بزرگی نیست و حالا درسته مساحت مقدار شاید زیادی باشه، ولی در عوض 500 و البته تازه این اختلاف دما هم کمتره. همونجوری که عرض کردم دمای بیرون خیلی سردتر از تا دمای زمین هست. اتفاقا اینجا این 500 و 240 و اینا رو اگه ضرب تقسیم کنین تقریبا یه چیز سومایه های 10% از این حرارت ائتلافی به زمین داره داده میشه و نزدیک 90%ش از طریق همین پی که وجود داره با محیط اطراف خونه در حال تبادل شدن هست. معیار دیگه برای دیوارها حرارت تلف شده از 1 متر مربع دیوار زیر زمین. پس این قبلی برای حالتی بود که زیر زمین نباشه، این برای حالتی که زیر زمین باشه تقریبا 12 وات از 1 متر مربع دیوار زیر زمین. دیوار زیر زمین و یو هم به این شکل تقریبا من از یک مرجعی استفاده کردم. و مورد پنجم در و پنجره هست. پس من که شمای کلی از ساختمون بکشم به شما، این همون سوال اولی من بودا که بگن که از چند طریق ممکن هست یک ساختمان در فصل زمستان حرارت از خودش به بیرون تلف کنه. شما میگویید که یکی به خاطر دیوارهاست که بحث کردیم، این دیوارها هستن. یکی از طریق کفه، حالا اگه زیر زمین باشه دیوارها هم بالاخره با زمین تبادل میکنن. مورد بعدی در و پنجره است که اینو در اینجا الان بهش خواهیم پرداخت. و جدای از اون از طریق تهویه به صورت اجباری یه وانتیلاتوری چیزی هست یا در اثر وزش باد و نفوذ هوا به داخل ساختمان. اینا رو اول من اشاره کردم، ولی بادی میوزن ممکنه اینجا درختی باشه، وجود این درخت رو تأثیری که باد روی این ساختمون میذاره تاثیرگذاره دیگه. حالا میخوام بدونیم که ریزه‌کاری‌های قضیه چی هست، ولی کلا آن چیزی که ما الان اینجا داریم برای اینکه حرارت بار حرارتی ساختمون حساب کنیم فعلا دیوار و کف و زیر زمین و اینا رو حساب کردیم. در و پنجره هم که مشابه با دیوار مرکبه، یعنی به لحاظ کانسپت همون کانداکشنه و نفوذ هوا رو نمیگم. ما فرض کنیم که اصلا هیچ نفوذ هوایی از طریق درز اجباری نداشته باشیم، چون یه مقدار بالاخره هوا از پنجره نفوذ میکنه داخل دیگه، اونو نمیگم. ما فعلا خود پنجره رو به عنوان یک دیوار داریم بهش نگاه میکنیم. از شیشه و پنجره جدول 1-17 رو اگر نگاه کنیم، جدول 1-17 ضریب کلی هدایت حرارتی برای پنجره ها و درها بازم میبینید حالت استاندارده، یعنی دیگه شما نمیاد ببینید جنسش چیه، شیشه است، فلان ضخامتش چیه، نمیدونم اینا رو داده کلا به شما برای یک پنجره استاندارد مقدار یورو داده، کار شما راحت کرده که یک خورده ای. این پنجره تک شیشه معمولی دیگه بدترین حالت دیگه، بیشترین ضریب انتقال حرارت رو داره، ولی پنجره دو لایه، سه لایه، پنجره حالا طوفان، نمیدونم در، این برای پنجره بود، این برای در بود که اینجا مشاهده میکنید درهای مختلفی که وجود داره. و مثلا اینجا ما 1.2 هم داریم در تمام فلزی و تقریبا از پنجره تک شیشه‌ای هم حتی بیشتره در تمام 1.13. اعداد رو سعی کنید مقایسه کنید با هم، سعی کنید خودتون یه سری رونده هایی رو در داخلش پیدا کنید که اون بک‌گراند مهندسی شما تقویت بشه. پس در و پنجره هم این الان پنجره است، اینم دره، اینجا با هم دیگه بحث کردیم. مورد بعدی همین داستان تهویه و وزش باد و نفوذ هواست که اگه این هم به عنوان مورد ششم به اون مجموعه قبلی اضافه بکنیم باشه، خورشید و اینها برای ما اهمیت نداره به خاطر اینکه داریم بار حرارتی رو در شب حساب میکنیم. دقت داشته باش، اتلاف در اثر نفوذ هوا. و حالا یه نکته‌ای داره خود این نفوذ هوا، چون ما در بحث آسایش حرارتی من اشاره کردم، آسایش حرارتی صرفا این که چه دمایی باشه چه رطوبتی باشه نیست، بلکه کیفیت هوا indoor air quality داره اهمیت هست، یا اون بهش میگفتیم sick building syndrome، یک سندروم ساختمان مریض، یک چنین چیزی که وقتی نفوذ هوا داشته باشیم باعث میشه که کیفیت هوا حالا بهتر بشه، به شرطی که البته هوای بیرون هوای خوبی باشه. اگه خود هوای بیرون آلوده باشه، توی یک منطقه صنعتی باشید که آلاینده های کارخونه ای باشه، مثلا گرد و خاک هوا باشه، وقتی که داخل نفوذ میکنه خب از این جهت ممکنه باعث ایجاد مشکل هم بشه دیگه. پس تهویه برای کیفیت هوا
و در حالت کلی حالا اگه فرض کنیم که بحث ما اینه که هوای بیرون خوب هست، اکسیژنی که وارد اتاق میشه برای کیفیت اون خستگی، سردرد، حالت تهوع، اونایی که اونجا من اشاره کردم همشو اینجا مطرح میشه. گرمای محسوس تلف شده رو باید بتونیم محاسبه کنیم و یه مقدار گرمای محسوسی که بلدید دیگه، به خاطر اختلاف دمایی که هوایی که وارد میشه، برای مثال در زمستان داریم بحث میکنیم، بار حرارتی رو داریم بحث میکنیم دیگه، من اینو چندین بار گفتم، وقتی هوای بیرون سرده وقتی به داخل خونه نفوذ میکنه به خاطر اون اختلاف دما یه مقدار گرمای محسوس تلف میشه، سرما وارد خونه میشه، کوران میکنه به داخل، میه اون در رو ببند سوز میاد، همون ماجراست. و یکی هم به خاطر گرمای نهان هست، که گرمای نهان به خاطر اختلاف رطوبت نسبی هوای بیرون و هوای داخل هست. پس هوایی که میاد صرفا تغییر دما نداره، بلکه تغییر در رطوبت نسبی هم داره، که هر جفت اینا با هم دیگه در کنار هم باعث اعمال یک بار یا تحمیل یک بار حرارتی به ساختمان میشه. یعنی شما این هوایی که داخل خونه است رطوبتش فرق میکنه، حالا اگه گرما بگیم یا سر اون اختلاف، اون حرارتی که برای اینکه رطوبت هوا برسه به اون هوایی که انسان درش آسایش حرارتی احساس میکند، یه مقدار اونجا بار حرارتی به سیستم حرارت مرکزی ساختمان تحمیل میشه. حالا اتفاقا فقط نفوذ نیستا، اینجا من یه ساختمون کشیدم که وقتی وارد دروس مکانیک سیالات داریم میشیم، از اینجا باد داره میوزه. میدونید که وقتی چنین ساختمانی باشه، اینجا یک ناحیه پرفشار شکل میگیره، پشتش یک ناحیه کم فشار شکل میگیره. در اثر اختلاف فشاری که بین ناحیه پرفشار سمت چپ و داخل ساختمون، حالا سازش میمونه دا، خود این باعث اعمال یک نیرویی میشه و سازه ساختمان هست که ما بهش نمیپردازیم. اگه یک برجی باشه، مثلا برج میلاد باشه و اینها، این خیلی داره اهمیت میشه اتفاقا همین نیرو. ولی ما فعلا داریم در مورد نفوذ هوا و اینا صحبت میکنیم. از قسمت پرفشار هوا به داخل نفوذ میکند، اما این طرف اتفاقا چون ناحیه کم فشاره، هوا از قسمت داخل خونه که پرفشار تره به سمت بیرون نشت میکند. من تفاوت بین نشت و نفوذ رو همون اول اتفاقا گفتم. پس اینجا هوای سرد وارد خونه میشه، اینجا هوای گرم از خونه خارج میشه. در هر صورت این چه به لحاظ رطوبت نسبی، چه به لحاظ دما، چه به لحاظ گرمای محسوس و نهان، شما باید یه مقدار بار حرارتی به خونه تحمیل خواهد شد بابت همین داستان جدایشی که وجود داره و ناحیه کم فشاری که پشت ساختمان شکل میگیره، باعث میشه که اینجا مکش ایجاد بشه و پنجره‌هایی که اینجا هست، اگه ساختمونتون خیلی بلند باشه مکیده میشه و میشکونه پنجره ها رو. مسئله بالا بحث سازه‌ای و مکانیکیش من کار ندارم. پس نفوذ هوا به ساختمان باعث دفع حرارت در زمستان خواهد شد، اتلاف حرارت، و باعث جذب حرارت در تابستان خواهد شد. خب هر جفت اینا مناسب نیستن برای ما. منشأ نفوذ هوا یکی سرعت باده، همونجوری که الان به شما اشاره کردم، یکی اینکه بادی میوزه و خب اختلاف فشاری جلو و پشت ساختمون نسبت به داخل فضای خونه شکل میگیره و هوا رد و بدل میشه، تبادل میشه، سواره بر خودش، حرارت رو تلف میکنه یا وارد میکنه. اما یه مورد دیگه هم هست و اونم بهش میگن اثر دودکشی. من در مورد اثر دودکشی یک ویدیو اصلا تهیه کردم، اتفاقا سوال المپیاد جهانی فیزیک بود حل کردم، نه دودکش خورشیدی هم بود مثالش. اتفاقا ما خیلی سوال المپیاد جذابه به نظرم، چون خیلی ساده است، یه مسئله خیلی پیچیده رو به کمک ریاضی ساده میکنه و قضیه جا میفته. این هم اونجا بود. ولی اثر دودکشی یعنی که شما هوا رو وقتی گرم میکنین، این شگالیش کم میشه، شروع میکنه به بالا رفتن. به این اثر میگن دودکش، هم همینه داستانش. یه دودکش هوای گرمی زیرش هست، بخاری مثلا، این خروجی دودکش رو طبقه پنجم چهارم هرچی اون بالا سردتره، این اختلاف دما باعث میشه که پایین هوا سبک بشه بره. البته فقط این نیست، اختلاف فشار هم هست، یعنی اون بالا هر چقدر به سمت بالای از فاصله میگیرن از سطح زمین، فشار کاهش پیدا میکنه، پایین پرفشارتره، بالا کم فشارتره. خب این همین عامل محرک به سمت بالاست. علاوه بر این دمای پایین هم گرمتره، دمای بالا سردتره، این هم اضافه میشه، با هم دیگه هر جفت اینا باعث میشه که هوا به سمت بالا هر حال. ممکنه شما یه توربین بذارید اونجا، یه برقی بگیرید ازش، میشه همون دودکش خورشیدی میشه، یکی از روش های تولید انرژی. ولی در اینجا بحث ما این نیست، بحث ما اینه که یه ساختمانی بالاخره یک مجرایی بین پایین ساختمان و بالای ساختمان وجود داره، مثلا راپله، آسانسور، که هوایی که اون پایین هست هم پرفشارتره هم گرمتره. ولی هر وقتی بالای ساختمون میرسه، اون انتهای راپله ها و اون بالایی که به سقف میرسه، خب بیرون زمستونه دیگه، هوا خنک تره.
و این پایین هوا گرمتره، شروع میکنه به بالا رفتن در داخل این فضای راپله ها و آسانسور و همین باعث تبادل جرم بین داخل و خارج ساختمان میشه، همون اتوبوس سیالات معروف که در نهایت سوار بر اون هم یک مقدار تلفات ما خواهیم داشت. برای شکل نگاه کنید، این ساختمون نیست که مجرایی بین پایین و بالا وجود داره، مثلا این همون اثر دودکشی است دیگه، میتونه مثلا مجرای آسانسور باشه یا راپله ها باشه که اینجا وقتی زمستونه اینجا هوای گرمو دارم که هوای گرم سبک میشه میره به سمت بالا، مثل رادیاتوری میمونه. فرض کنیم فضای اتاقه، اینم رادیاتوره، هوای مجاورش میره گرم میشه، میره سبک میشه، میره بالا و از این بالا خارج میشه و طبق قانون بقای جرم از اینجا جایگزین میشه و این روند وجود داره. اما تو تابستون چون داخل خونه سردتره، یعنی چه هوا وقتی عکس همین روند هست دیگه، هوایی که گرم میشه سبک میشه میره بالا، هوایی که سرد میشه سنگین میشه میاد پایین و از اینجا در تابستان ما خروجی خواهیم داشت تا قانون بقای جرم هم ارضا بشه. و خب در اینجور موارد معمولا گرمای محسوس حرف اول آخر رو میزنه و زیاد ما در مورد تغییر رطوبت صحبت نمی کنیم، مگر اینکه شما دخالت کنید و رطوبت زنی بکنید، در اون صورت خب بله اهمیت اختلافه. ولی خب وقتی رطوبت زنی نمی کنید، تفاوت چندانی بین رطوبت هوای داخل خونه و هوای بیرون خونه نیست. در نتیجه اون قسمتی از اینجا که من گفتم گرمای نهان به خاطر اختلاف رطوبت نسبی بیرون و داخل، این نقش چندانی نخواهد داشت در همین اتلاف بار حرارتی که داریم، اتلاف حرارت در زمستان. ولی اگر که خود شما رطوبت زنی بکنید، بله دیگه اون موقع دمای داخل، رطوبت هوای داخل شما کاندیشن کردید، یعنی تحت کنترل در آوردین و اون موقع اختلاف رطوبت داخل و خارج هم باید وارد بازی بشه. گرمای نهان اینجا البته من آوردم فرمولش رو که QL latent میشه چگالی HFG در اختلاف رطوبت نسبی، هم نکته‌ای که اشاره کردم HFG گرمای نهان که همون جداول یک هم تو ترمودینامیک البته داشتیم و هم در جداول یک قبل از یک پنجی که تو همین کتاب آورده شده بود، این HFG رو اونجا به شما داده بود. هایکرومتریک WI و WO رو به دست خواهید آورد با توجه به دوتا مشخصه‌ای که ازش دارید انجام میتونید. ولی خب عرض کردم مگه اینکه خود شما این کاندیشنینگ رو انجام ندید روی رطوبت نسبی، اینو میتونید صفر بگیرید. این حرارت توسط همون علاوه بر اون آب گرم مصرفی که عرض کردم، توسط سیستم حرارت مرکزی، پکیج، موتورخونه، هر چی که توسط اون تامین میشه. قسمت بعدی محاسبه است. حالا ما فهمیدیم کانسپت چیه، داستان و کلیت قضیه ده، حالا میخوایم چجوری حسابش کنیم. محاسبات یکی به روش درزی گفته میشه بهش، یکی روش حجمی. یعنی شما میگید این هوایی که نفوذ میکنه از درزها نفوذ میکنه دیگه. همین کانسپت به من یه ایده ای میده که بیان بگویم مقدار CFH cubic foot per hour، CFH میشه دبیه دیگه، فوت مکعب بر ساعت. اینا رو هم یاد بگیرید که دیگه از این به بعد نگیم ساعت ها، این تبدیل واحد و اینا گهگاه لازمه. مقدار چه حجمی هوا در هر ساعت نفوذ میکنه به داخل. سوال اول ما اینه، چون اول باید اتوبوسمون رو تشخیص بدیم چیه، باید بدونیم این ورود و خروج اتوبوس ما مقدارش چیه که حالا سوار بر این یه مقدار اتلاف حرارت خواهیم داشت دیگه. من میگویم مقدار فوت مکعب در هر ساعت هوایی که نفوذ میکنه، و چون درز از طریق درزها نفوذ میکنه، به نظر میرسه که رابطه داشته باشه با طول درز. پس میام الو که طول درزهایی است که وجود داره ضرب میکنم به کیو. حالا کیو چیه؟ مقدار هوای ورودی در واحد درز. یعنی میگم اگه یک درزی داشته باشم به طول یک فوت چه مقدار CFH، اینو یه بار حساب میکنم، میگم هوایی دارم برای یه درزی دارم میتونم، بعد حالا هر چقدر من درز داشتم، 10 فوت داشتم، 10 برابر اون استفاده میکنم. یعنی چیز خاصی نبود، فقط اون کانسپت مهم بود درش که من اومدم مقدار هوا رو در واحد درز حساب کردم. حالا شما حساب کنیم این چقدر درز داریم دیگه. و خود این کیو که باید حساب بشه تابعی از نوع پنجره است، سرعت وزش باده. این موضوع اصلا موضوع ساده این گفتم، یه درخت اگه اونجا باشه محاسبات شما به هم میریزه و اون سرعت باد شما یک مفهومی به نام Atmospheric Boundary Layer ABL شکل میگیره و اون درخت هم اونو به هم میزنه و خب این باعث میشه که سرعت وزش هوا متفاوت باشه دیگه. حالا برای مثال برای مایل پر آور، 5 مایل در ساعت تا 25 مایل در ساعت، مقدار این
کیوی که مشاهده میکنید بین 1 تا 398 عوض میشه. پس این درز هم بهش میگن کرک، ترک میگیم ما بهش، ولی هم درز یعنی یه جور ترک اجباری دیگه که قرار داده شد. ترک مال غیر اجباری میشه، ولی اینجا این درزایی که داریم یعنی ایجاد میشه، ولی خود ما اینا رو بالاخره موقع ساخت پنجره یه مقدار درز اونجا به شکل اجباری ایجاد میشه. چجور میشه کمش کرد؟ یعنی نواری قرار بدید اونجا که بگیره، درزگیر باشه، درست نصب بشه، اطراف قاب پنجره از مصالح بنایی استفاده شده باشه، یعنی موقع نصبش با دقت بیشتری این کار اتفاق. این یک روش. شما کیو رو برید به دست بیارید، ضرب کنید به ال، طول درزهایی که داریم، و حالا اینکه کیو رو چجوری بگیرید دیگه بستگی داره به اون حس مهندسی شما، اینکه چقدر میخواین محافظه کار باشید، چقدر میخواین دست بالا بگیرید، دست پایین بگیرید. ولی یه روش دیگه داریم که روش حجمیه. این خب ساده تره، میگوید که CFH مقدار اون دبی هوای نفوذی دیگه با طول درز و اینجور چیزا رابطه نداره، بلکه حجم اتاقه، یعنی با حجم داره کار میکنه. ضرب در N، N چیه؟ N دفعات تعویض هواست بدون وانتیلاتور، یعنی ما دخالت اجباری نمی کنیم. یعنی اگر یک سری درزایی توی پنجره باشه و یه حجم اتاقی هم داشته باشن و به شما بگم که این نفوذ هوا باعث میشه، بالاخره هوا وقتی مثلا میمونه که شما وقتی کتری رو می‌خواید پر کنین، شیراب رو وا می‌کنید، آب می‌ریزه داخلش. من به شما بگم که این دبی آب ورودی هر چقدر بیشتر باشه، تو با اون دبی در یک ساعت چند بار میتونید این کتری رو پر کنید؟ یک کتری دیگه بذارید زیر چوک، هم چند تو یک ساعت چند بار. ببین میگن دفعات تعویض هوا. هوا مثل اتاق مثل اون کتریه. هوایی که از طریق درزها نفوذ میکنه مثل اون آبیه که میریزه داخل کتری. من دارم میگم تو هر ساعت، حالا برای مثال بدون اینکه من دخالت کنم و صرفا به خاطر نفوذ باشه، چون این واحد این وی که میبینید کیوبیک فوت پر آور هست، این حجم کیوبیک فوته، پس این میشه تقسیم بر ساعت، واحدش میشه یک بر ساعت. من میگویم توی هر ساعت چند بار هوای داخل خونه تعویض شده، یعنی کلن هوا خارج شده یه هوای جدید وارد شده داخلش از طریق درزهایی که وجود داره. اگه میگید یک دیوار و یک پنجره به بیرون داشته باشیم، یک بار تو هر ساعت یه بار کل هوای خونه میره یه هوای جدید وارد میشه. اگر دوتا باشه خب بیشتر باید باشه دیگه، دوتا دیوار سه دوم، اگه بیشتر دوتا راه رو دو. این اعدادی است که حالا فاقد در پنجره باشه یک دوم عددی که گفته شده، بالاخره یک درزی وجود داره دیگه، کاملا بسته که نیست. پس شما کافیه فقط ببینید در و دیوار شما چند تا پنجره و اینا داره، یه عددی از اینجا بخونید، ضرب کنید به حجم اتاق، تمام، به همین راحتی. یعنی به خاطر همین گفتم که این ساده تره، بر اساس والیوم کار میکنه. ولی این قبلی باید برید درز پیدا کنید، بعد سرعت وزش باد چقدر اونجا، نوع پنجرهتون چیه، تاثیر میذاره تو اون عددی که اونجا داره. به نظر میرسه که با هر دو روش اگه بتونین حل کنین که چه بهتر، و عدد بزرگتر انتخاب کنین، یعنی همیشه محافظه کار عمل کنین دیگه، بدترین حالت رو انتخاب کنین. خیلی هم حالت محافظه کار بودن این دفعه از اون بره پشت بوم نیفتیم پایین حواستون، ولی خب پیشنهاد ما اینه که هر دو روش حل بشه و عدد بزرگتر، مقدار اون CFH بیشتری که از هر دو روش به دست میاد به عنوان معیار. این قدم اول بود که من اتوبوسمو حساب کردم، یه اتاقی یه در و پنجره‌ای داره، آلیزه درزی داره، میخوام فهمیدم که مقدار دبی هوای نفوذی به داخل چقدر. حالا سواره بر این چه مقدار بار حرارتی هوای نفوذی وارد خونه میشه؟ اینجا کیو برابر میشه همون CFH که در قسمت قبل با هم دیگه حساب کردیم. به نظرم ساده است دیگه، این قسمت مطالب پایه‌ای تره. MC دلتا تتای خودمونه دیگه. حالا ما چون کیو دات حساب میکنیم، M دات C دلتا T اختلاف دما در سی در ام دات، ام دات رو حساب کردیم. حالا ام دات هم می‌نویسیم رو در وی، این دبی جرمیه، این دبی حجمیه دیگه، ما دبی حجمی حساب کردیم. مثلا اگه من چگالی رو داشته باشم و حجم رو هم دبی حجمی رو هم داشته باشم، سی در دلتا تی رو به این شکل میتونم بفهمم که سواره بر این هوای وارد شده چه مقدار حرارت، بار حرارتی به ساختمان تحمیل شده است، که مقدار بی تی یو بر ساعت یا بار حرارتی که در نهایت اینو من قراره تو طراحی سیستم حرارت مرکزی ساختمان استفاده کنم، برابر میشه همون سی اف اچ وارده که همین وی هست اینجا میبینید، دبی حجمی. ضرب در این مقدار رو هست، جرم مخصوص هوا در شرایط استاندارد. اگه شرایط شما غیر استاندارد بود از یه سری نمودارهای استفاده خواهید کرد و در شرایط استاندارد میشه دمای مثلا 20 درجه حالا حدود در شرایط اتمسفریک دیگه. اگه شرایط متفاوت بود خب شما چگالی هوا در اون شرایطی که دارید و استفاده بکنید دیگه.
جرم در واحد حجمی، جرم مخصوص همون چگالیست. و پس رو رو نوشتیم، وی هم که دبی حجمی بود، اختلاف دما اینجاست، پس اینی هم که اینجا ایجاد میشه همون گرمای ویژه هواست دیگه، رو وی سی دلتا تی، که گرمای ویژه هم بحث جا مقدارش رو استفاده کردم و قرار دادم. و اختلاف دمای بیرون و داخل دیگه، اون هوایی که از بیرون میاد داخل، از بیرون میاد به سمت داخل، و زمستان هستیم دیگه، دمای داخل بیشتر از دمای بیرونه، مثبت باید باشه. و همین، به همین سادگی. پس یه ذره تقسیم ساده میکنید اینجا، دفعات هوا، تعویض هوا، حجم اتاق، وی به دست میاد، اینم که فرمول اختلاف در از دو خط به جواب میرسیم. البته جهتگیری جغرافیایی تو اینجا داره اهمیته. میخوام بدونید که قضیه خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که فکر میکنید. اینکه جداره جنوبی باشه، حالا بحث اطلاف حرارتی داریم بحث میکنیم دیگه، زمستان هستیم که آفتابگیر هست نیست، و اون دیوارهایی که آفتابگیر باشن خب اطلاف حرارتی کمتری دارن، طبقات بالا سرعت وزش بیشتره، این همون اتمسفریک باوندری لیریس که اشاره کردم، در این اتمسفر کره زمین، لایه مرزی اتمسفری که از صفر شروع میکنه و زیاد شدن. خب وقتی شما طبقات بالای ساختمون باشین سرعت بالاتری رو دارید دیگه، پس طبقات بالا به علت سرعت باد بیشتر در ارتفاعات بیشتر، خب اینا نفوذ هوایی بیشتری خواهند داشت. 5-10% ضریب اطمینان بد نیست در نظر بگیرید، یعنی پس از کیو کل رو میخوام حساب کنم دیگه، مقدار کیو کل میشه کیو جداره ها که در و دیوار و پنجره و سقف و کف و زیرزمین و اینا رو کلا با هم دیگه پوسته ساختمان گذاشتیم، و علاوه اون مقدار کیوی که از طریق تهویه در قسمت قبل حساب کردیم، اینا رو با هم جمع کنید، یه 5-10% هم ضریب اطمینان پیشنهاد ما هست که اضافه بکنید و مقدار کیو کل به دست خواهد اومد. یک پیش راه اندازی هم داریم که جدول 2-4 هست برای مساجد و مدارسی که خاموش میشه سیستم تهویه شون. در مورد اینرسی حرارتی هم در قسمت های بعدی صحبت خواهیم کرد انشاءالله، ولی خب وقتی شما سیستم خاموش میکنید، خب زمستونه دیگه، یخبندان میشه شب، حالا دوباره میخواید صبح بالاخره وقت نماز صبح، چه میدونم موقع مدرسه است، هر چی روشن کنید. اگه همون لحظه‌ای که بچه‌ها میان خونه‌تون، هم اینو احتمالاً تجربه داشتین، مسافرتی رفتین اومدین، وقتی همون لحظه روشن کنید خب یه مقدار طول میکشه تا این بنده خدا باید اون زنگ اولشون رو توی یخبندان سپری کنن و بعد تا بخاطر میگم پیش راه اندازی این اینرسی حرارتی ساختمان هست که این بهش گفتیم. یه مورد دیگه‌ای هم که داریم باز و بسته شدن درپا هست، همونی که گفتم در رو ببند سوز میاد، اینم یه مقدار بار حرارتی به ساختمان، اون قبلیایی که گفتیم در و پنجره بسته بود، یه سری درزای اجباری وجود داشت که به ناچار هوا نفوذ، ولی این در و پنجره‌ای نیست که دیگه بسته باشه، بلکه باز و بسته شدن در. شما میگی خب ما تو خونه که کار مثلا تو زمستون که نمیریم کسی در و پنجره، میگیم بله این جاهایی است که مکانهای عمومی هستن، مثل بانک، مثل بیمارستان، فروشگاه ها، تو اینجا هی دائما در حال بازدید، مثلا تو زمستون میرید یه جای فروشگاهی، اون فروشنده میگه آقا بیزن اون در رو پشت سرت ببند، این همون داستان که در این حالا کیوی که کل هوای همون داستانی، اول اتوبوسمون رو باید حساب کنیم ببینیم چه مقدار هوا به این واسطه نفوذ میکنه، و بعد این قبل داستان قبلی که داشتیم مقدار حرارتی که هست رو حساب کنیم، کل هوای ورودی برابر میشه تعداد باز شدن در هر دقیقه، به طور میانگین توی هر دقیقه چند بار در باز میشه، و ضرب در حجم هوای عبوری در هر بار باز شدن در، ضرب در تعداد در. شما این چند تا در دارین، هر کدوم تو هر دقیقه چند بار باز و بسته میشن، و در هر بار باز و بسته شدن حدوداً چه مقداری هوا وارد میشه، میشه کل هوای ورودی، و تعداد که اصلا واحد نداره، این متر مکعب هست، این متر مکعب بر دقیقه میشه، دقت کنید در هر دقیقه، در اینچه این کیوی هم که میبینید متر مکعب بر دقیقه است، این واحدش هم SI دادم که حالا راحت تر باشه، مراجع مختلف واحدهای متفاوت دارن دیگه. بعد این خود حالا سوال اصلی اینه که خب تعداد در که معلومه چیه، تعداد باز و بسته شدن در چقدره، و اینو خب حتی خود بالاخره استانداردهایی هست که ما میبینیم چه مقدار، ولی مهمتر از همه اینا این حجم هوای عبوری از هر دره وقتی که باز و بسته میشه. پیشنهاد اینجا من آوردم واسهتون، بستگی به نوع درش داره، از نوع درهای نوسانی باشه، سوینگینگ باشه، یا از نوع گردان باشه، ریوالوینگ بهش میگن، که درهایی که ریوالوینگ باشن اینا تاثیر میذارن تو اون هوایی که وارد میشه وقتی یه بار باز و بسته میشه. اینجا من گفتم اگه بانک باشه، نوسانی باشه، درش حالا درهای نوسانی سوینگینگ 28 صدم بذارین،
و این یکی رو 0.2 متر مکعب هوا وارد میشه وقتی در گردان نسبت به در نوسانی کمتره، همونجوری که شاید انتظارم میره دیگه، حس دارید که اینجوریست. و توی فروشگاه ها مقدار 37 صدم و باز هم کمتره، یه مقدار کمتر از اون در نظر گرفته شد. خلاص اینم کیوش اینم اضافه کنید، خلاصه یعنی وقتی نفوذ هوا هست اینم اضافه کنید و مقدار به. ولی خب این ذریب اطمینانی که اینجا میذاریم یه تا یه حدی شاید اینم بتونه پوشش بده، ولی خب وقتی میتونید حساب کنید دلیل نداره که از طریق ذریب اطمینان اینو، یه ضرب تقسیم ساده است دیگه. فقط یه نکته هم بگم در مورد این پارامترایی که اینجا استفاده کردم، یکم این با قبل ممکنه تناقض ایجاد شه، چند تا مرجع مختلف بوده. بهترین بود این کیو رو من قبلا برای حرارت انتخاب کردم، بی تیو بر ساعت. اینجا کیو منظور دبیه و در قسمت قبل از وی برای دبی استفاده کردم، اینجا وی به معنای حجمه. یعنی بهتر بود برای این وی اینجایی که می‌بینیم مثلا یه چیز دیگه انتخاب می‌کردم، به جای کیو می‌نوشتم وی که شبیه قبل باشه. چیزی که مهمه در اینجا اینه که من مقدار دبی هوای ورودی از در حالا بازشو چه می‌دونم نوسانی گردان هر چی رو حساب کنم، این همون وی قبلی ماست که ان در حجم هوای ورودی است به متر مکعب. این بود نداره، این یک بر دقیقه است، پس محصل میشه متر مکعب بر دقیقه. حالا این کیو یا همین وی که این دبی که ما این اتوبوسی که اینجا به دست آوردیم رو باید ضرب بکنید به همون ام سی دلتا تتایی که در قسمت قبل داشتیم، هیچ فرقی نشه، اینو اضافه کنیم به دبی هوای نفوذ کرده و بعد در داخل فرمولی که برای اون قضیه در بالا داشتیم اون چگالی هوا اینا رو گذاشتیم، بعد در اونجا گذاری کنیم. و البته یک سری محاسبات سریع هم وجود داره که بار گرمایی رو برای ساختمان‌های کوچک معمولاً، ساختمان‌های کوچک معمولی رو میشه با 5% مثبت منفی 5% خطا تا 10% خطا به کمک یک سری منحنی‌های خیلی سریع بدون اینکه شما برید یه بار اول پوسته ساختمان مسائلی که استفاده شده یو رو به دست بیارید، کف، سقف، در، پنجره، فلان فلان اینا رو همه رو بذارید کنار هم، بعد تازه میشه یه بخشش، بعد دارید اون هوای نفوذی رو حساب کنید، در، پنجره، نمیدونم چی درز اینا جمع کنید، ضرب در پنین، به جای اون نمودارها به ساختمان‌های کوچیک به تا 10% خطا به نظر میاد اوکی باشه. آخر کتاب طباطبایی صفحه 523 کتاب هست که اونم نمودارهای 1 تا 7 و نمودارهای اسمیت سری از اونجا عدد خوانی می‌کنید دیگه. من در مورد اهمیت محاسبات سری صحبت کردم در این. پس اگه یه مروری سری روی جدول‌ها بکنیم به نظرم یه جنبندی میشه روی این داستانی که ما داریم. همونجوری که عرض کردم جداول تا 1.5 اینها تا قبل از 1.5 ترمودینامیکی هستن. از 1.5 تا 1.10 مقدار ضریب انتقال حرارت برای دیوارهای استاندارد رو به شما میده. 11 برای سقف و طبقه آخر و اینا بود. 1.12 سقف و اینا کف و اینا بحث کردیم با هم دیگه. و 1.16 ضریب همچنان برای سقف رو دارید میبینید، برای پنجره ها و درها رو اینجا مشاهده میکنید مقدارش چی بود. و 1.18 مقاومت حرارتی بود، یه وقتی از شما یورو به دست میارید یه وقتی میارید مقاومت حرارتی رو به دست میارید، بعد خودتون حساب میکنید که مقاومت حرارتی هم برای مساله مختلف هست و هم برای فیلم هوایی که در انتعاش قرار داشت. 1.19 دما رو به ما میداد، شرایط خارج تابستانی زمستانی برای خارج، شرایط تر خارج الان اینا رو میبینیم. و همچنین تصحیح دما گفتیم این برای یک ساعت خاصی است که اصلاح میکنیم برای حالتهای مختلف. شرایط طرح داخل تابستانی همون جدولی بود که گفتم این مقدار راجبش دقت کنید، اینم باز دمای طرح داخل، این برای کارخانجات اتفاقا، این در کارخانجات وقتی شرایط طرح داخل رو میخواین به دست بیارید بستگی داره که شما چه موادی رو در اونجا دارید تو اون فضا دارید باش کار میکنید دیگه، مثلا الکتریکال، سرامیک، موارد مختلفی که وجود داره، چوینگام اینجا یعنی برای آدم سگ محصولی که شما دارید چوینگام هست، خب این متفاوت خواهد بود شرایط دما با سایر دمای تر. همچنین ادامه داره جدول 1.23 و تمام. این البته یک سری در مورد من گفتم این مقدار پراکندگی در کتاب طباطبایی عزیز هست همینه، یعنی یه سری الان رفتیم فصل بعدی جدول 2.1، جدول 2.1 ها نه نمودار 2.1، اینا جدول و نمودار با هم فرق میکنه. مقدار هوای نفوذی از هر فوت طول درز درها و پنجره ها بر اساس فوت مکعب بر ساعت، تو اینجا تو این قسمت داریم مقدار روش درزی رو دارم بحث میکنم که چه مقداری که به ازای هر فوت درزی که اینجا داریم، من یه عددی حدودا اینجا به شما دادم دیگه، یه بدون نوار باشه، با نوار باشه، خوب سوار شده باشه، نشده باشه، اطراف قاوی، این همون پارامترهایی هستن که کمک میکنن که اول نوع پنجره هستن، چوبی باشه، فلزی باشه، درها رو اینجا مشاهده میکنی.
جدول 2-2 ضریب جهت رو نشون میده که من اینجا اشاره کردم که مواردی که در اینجا جدول 2 ضریب اصلاحی که هست برای جهتگیری استفاده میشه، برای ارتفاع طبقه دوم سوم و این اضافه میشه. یعنی گفته شده اگه طبقه دوم باشه مقادیر مندرج در این جدول به بار حرارتی اتاق اضافه می شود. هرچند که در طبقات بالاتری قرار می گیره درصدی که باید اضافه بشه افزایش پیدا می کنه، به خاطر اینکه سرعت وزش باد در قسمت های بالاتر بیشتر است. اینجا هم همین، اگه جهت شما شمال و شرق باشه 10% اضافه میشه، اگه مغرب باشه 5% باید اضافه. جنوبی گفتم به خاطر اینکه بحث آفتاب گیر بودن و اینا یه مقدار نیازی نیست چیزی اضافه کنید. دیگه جدول 2-4 من دارم این جدول اینجا رو 2-3 2-2 و اینا رو اشاره کردم و جدول 2-4 هم برای پیش راه اندازی هست که ضریب اضافی برای پیش راه اندازی سیستم حرارت مرکزی که حالا اینا رو چون حرارت مرکزی مربوط میشه در فصلهای بعدی بهش خواهیم پرداخت. این چند تا جدولی بود که در ابتدای فصل 2 قرار داده شده بود، اینم بد نبود من اینجا یک اشاره‌ای بهش بکنم.